کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کنند. نویسنده به خوبی نیازهای زنانه رو در شخصیت امابواری منعکس کرده توصیف و جزیاتی که نویسنده داستان به کار برده به نظر اضافه و خسته کننده میاد اما به عنوان یک رمان کلاسیک با سبک واقعگرها این مسئله ضعف حساب نمیاد و شاید به نوعی قصد داشته توجه مخاطب رو به همیت جزئیات زندگی جلب کنه یکی از مسائل مهمی که تو این کتاب بارها بهش اشاره شده محدودیت مناطوانی زنان در شرایط اجتماعی دوران گذشته است بخشهایی از داستان بلوی نقل کلیسا و کشیش‌ها است و از بین مکالمه و جدالی که بر سر مسائل دینی میشه، به دنبالش فضای فکری و فلسفی برای مخاطب ایجاد میکنه. مادام بواری نوشته گوستاو فلوبار گوینده هانیه بابایی قسمت سوم یک آقای لئون با اینکه در رشته حقوق تحصیل می کرد به قدر امکان به کلبه رفت و آمد داشت محلی که اغلب دانشجویان می رفتند و در آنجا نزد دختران فروشنده که رفتار او را موقر و محترم میدیدند موفقیتی به دست آورد او دانشجوی شایسته ای بود موهایش نبلند بود و نکوتا اول ماه تمام مخارج سه تحصیلیش تحصیلیاش را نمیخورد و با استادانش حسن رفتار و گفتار داشت در عیاشی و هرزگی همیشه نفس خود را نگه می داشت. و خیشتنداری وی هم از روی بزدلی و هم به علت رعایت ادب و احترام بود اغلب موقعی که در اتاق میمان تا درس بخواند و یا اصرها برای مطالعه زیر درخت زیزفون باغ لوکزامبورگ مینشست کتاب قانون از دستش رها میشد و به زمین میافتاد و خاطره اما به یادش میآمد ولی کم کم این احساس رو به ضعف گذاشت. علایق و حواسهای دیگر با اینکه او در مقابل آنها مقاومت می کرد جای آن را پر می کرد. زیرا لئون تمام امیدش را یک باره از دست نمیداد و اما برای او همچون وعده مشکوک و نامعلوم بود که مانند میوه طلایی آویخته بر شاخه درخت افسانه‌ای در نوسان باشد اینک که پس از سه سال غیبت دوباره او را دید عشقش بیدار شد فکر کرد بالاخره باید با تصمیم تملک او به نتیجه رسید از طرفی بر اثر استکاک با رفقای خوشگذران حجب و حیایش کاهش یافته بود و او که حال به شهرستان بازگشته بود طبیعتا کسانی را که بدون کفش براغ روی آسفالت کنار بندر قدم میزدند تحقیر می کرد. اما اگر خود را در جوار یک بانوی زیبای پاریسی که به صورت تور انداخته و در مطب پزشک مشهوری نشسته بود می دید، بیشک مثل بچه ای بر خود می لرزید. لکن در اینجا در روان در کنار بندر و پهلوی این پزشک حقیر قید و بندی برای خود حس نمی کرد. و اطمینان داشت که می تواند جلب توجه کرده یا چشمان آن زن را به سوی خود خیره کند. راستی گفتار بسته به محلی است که ابراز می شود. طرز صحبت در طبقه همکف با طبقه چهارم یکسان نیست. زره حفظ ناموس یک زن ثروتمند پول اوست. لئون شب قبل موقعی که آقا و خانم بواری را ترک گفت آن دو را در خیابان تعقیب کرد و دید مقابل مهمانخانه صلیب قرمز توقف کردند به منزل بازگشت و تمام شب را به طرح نقشه پرداخت روز بعد لئون نزدیک ساعت پنج وارد آشپزخانه مهمانخانه شد گلویش فشرده میشد و گونه هایش پرید رنگ می نمود. و با تصمیم اشخاص ترسو که هیچ مانعی جلوی آنها را نمیگیرد سراغ شارل را گرفت. یکی از مستخدمین گفت آقا اینجا نیستند. لئون این خبر را به فال نیک گرفت. از پله ها بالا رفت. مادام بواری از دیدن او ناراحت نشد بلکه برعکس از او معذرت خواست که شب قبل فراموش کرده بود بگوید کجا وارد شده اند. لئون در جواب گفت آه خودم حد زدم چطور لئون مدعی بود که اتفاق و غریزه راهنمای او بوده است اما لبخند زد ولی لئون فورا برای اینکه حماقتش را جبران کند تعریف کرد که از صبح در جستجوی او به تمام مهمانخانه های شهر سر زده بود و افزود پس شما تصمیم گرفتید بمانید بلی ولی خطا کرده ام نبایستی به تفریحات غیر عملی بپردازم مخصوصا کسی که بین هزار جور توقع محصور باشد آه من تصور می کنم که خیر زیرا شما زن نیستید اما مردها هم نگرانی هایی دارند و صحبت به افکار فلسفی کشیده شد اما از پستی و حقارت عشقهای زمینی و انزوای جاودانی که دل در آن آرام میگیرد داد سخن داد لعون یا از نظر بالا بردن ارزش خود و یا به پیروی از وضع روحی که در آن لحظه به او دست داده بود می گفت از رشته تحصیلی خود به شدت بیزار و از شغل قضاوت دلخور است و الهامات دیگری او را به خود می کشد. و مادرش در هر نام او را آزار می دهد. هر دو علل و موجبات رنجها و آلام خیش را شر میدادند. دادند لیون هر قدر رشته صحبت را میکشید، هیجان حیجان و جوش و خروش و اعتمادش افزونی می یافت لاکن گاهی مکس می کردند تا جملات زیباتر و بهتری که مبین احساساتشان باشد پیدا کنند اما عشق گذشته خود را نسبت به دیگری اعتراف نکرد و لئون گفت که او را فراموش کرده بود. شاید لئون دیگر شبهایی را که بعد از جشن کلوخندازان مکرر با زنان آن جشن شام صرف کرده بود به خاطر نمی آورد. و اما نیز بیشک وعده های ملاقات گذشته را که صبح دوان دوان به سوی قصر عاشقش میرفت به یاد نداشت. سر و صدای شهر به زحمت به گوش آنان می رسید. گویی اتاق مهمانخانه صلیب قرمز را که به ظاهر کوچک می نمود مخصوصا برای گوشگیری بیشتر آن دو ساخته بودند. اما با لباس به پشتی صندلی کهنه ای تکیه داده بود. کاغذ زرد رنگ دیوار پشت سر او چون سطحی طلایی می نمود و سر برهنش با فرق سفید وسط آن در آینه منعکس می و نوک گوشش از زیر نوارهای ابریشمین گیسوان پیدا بود. اما گفت خیلی معذرت می خوام تقصیر از من است. با شکایت ها و درد دل های مداوم خود شما را کسل می کنم. خیر هرگز اما در حالی که چشمان زیبایش را که قطره اشک عشق در آن حلقه زده بود به سخف انداخت گفت اگر می دانستی چه رویاهایی داشتم من هم همینطور فراوان رنج کشیدم غالبا از خانه بیرون می رفتم و در کنار اسکله ها می گذشتم و از سر و صدای مردم گیج بودم بیان که بتوانم وسوسه‌ای که مرا دنبال می کرد از خود برانم بی اختیار به طرف بلوار می رفتم. آنجا حکاکی است که تصویری از کار ایتالیا دارد. این تصویر رب و نو ایران نشان می دهد که لباسی به فرم رومیان قدیم به تن دارد و گل عشق به گیسوان زده است و به ماه نگاه می کند. چیزی لاینقطع مرا آنجا می کشید. ساعتها می ایستادم و محو تماشای تصویر می شدم. آنگاه با صدای لرزانی اضافه کرد این تصویر کمی به شما شباهت داشت. مادام بواری سر تا لئون متوجه تبسم مقاومت ناپذیرش که خود نقش آن را بر لبانش حس می کرد نشود. لون دوباره گفت غالبا برای شما نامه می نوشتم ولی بعدا آنها را پاره می کردم. اما جوابی نمیداد. لئون افزود گاهی فکر می کردم شاید قضا و قدر شما را به آنجا بکشاند. خیال می کردم شما را در گوشه خیابان ها دیدم و به دنبال هر کالسکهی که از دریچه آن پارچه زنانه و روسری شبیه مال شما دیده می شد می اما مصمم بود که مانع حرف زدن مداوم او نشود. دستها را سلیب وار بر هم نهاد. و صورتش پایین بود و گل سرخ رنگ دمپاییش را نگاه می کرد. با انگشتان پا آن را تکان میداد. در این میان آهی کشید و گفت آنچه بیشتر تأثیر است این است که آدمی چون من باید عمری بیهوده به سر اگر رنجهای ما می توانستند مفید به حال کسی باشند انسان می توانست به نام اینکه فداکاری می کند خود را دلداری دهد. لئون شروع به مدح و ستایش تقوا تکالیف بشر و فداکاری های با سکوت کرد و گفت که خود نیز احتیاج مبرم و باور نکردنی به فداکاری دارد که هرگز از آن اشباع نخواهد شد. اما گفت دوست داشتم اگر یکی از خواهران مقدس بیمارستان می شدم. لئون جواب داد افسوس که این معمولیت های قابل تقدیس برای ما مرد ها نیست. و من هیچ شغلی در هیچ نقطه‌ای شاید مختصری پزشکی اما با مختصری شانه بالا افکندن حرف او را قطع کرد تا از بیماری خیش که تا دم مرگ رفت شکوه آغاز کند و گفت دریقها که اکنون دردی احساس نمیبینم لئون فورا آرزوی آرامش قبر کرد و گفت حتی شبی وصیت نامه نوشته بود که او را در آن لحاف زیبا با نوارهای مخملی که از او می گرفت کفن کنند. بدین طریق هر دو آرزوهایی بر مبنای زندگی گذشته خود داشتند که در همان لحظه از فکرشان می گذشت. به علاوه سخن مانند دستگاه ورقه کردن فلزات است که همیشه احساسات را نازک می کند. لاکن موضوع جعلی لحاف سبب شد که اما از او بپرسد چرا چنین وصیتی کردید؟ چرا؟ او مردد بود پس از لحظه ای افزود برای اینکه شما را بسیار دوست می داشتم لئون خوشنود از حل این مشکل از زیر چشم قیافه او را ورانداز می کرد این جمله همچون باد که ابرهای تیره را پراکنده و آسمان آبی را ظاهر سازد توده قلیز افکار غمانگیزی که چشمان آبی رنگش را کدر کرده بود کنار زد و چهرهش درخشیدن گرفت لئون سکوت کرد بالاخره اما جواب داد من همیشه از این موضوع بویی می بردم آنگاه هر دو به شرح خاطرات و حوادث جزئی دوران فراق که لحظه ای قبل آن را در یک کلمه خلاصه کرده بودند و همچنین به شرح خوشیها و سوداها و غمها پرداختند. لئون نعنوی ته باغ و لباسهایی که امامی پوشید و مبلهای اتاق او و تمام خانهاش را به یاد آورد راستی درختان انجیرمان چه شدند سرمایه زمستان امسال آنها را از بین برد. آه، میدانید چقدر من به آنها فکر کردم؟ اغلب مانند سابق صبح تابستان موقعی که اولین شعاع خورشید از پنجره داخل اتاق میشد آنها را میدیدم و نیز شما را که با بازوان برهنه گلها را زیر و رو می کردی. اما در حالی که دستش را به طرف او دراز می کرد گفت دوست بیچاره لئون به سرعت لبهایش را به آن چسبانید و پس از اینکه نفسی عمیق کشید گفت نمیدانم در آن موقع شما برای من چه نیروی شگرف و غیر قابل بیانی بودید که به زندگی من حکومت می کردید. مثلا یک بار منزل شما آمدم ولی بیشک شما آن را به یاد ندارید. چرا؟ ادامه بدهید. شما پایین در سرسرا روی پله آماده خروج از منزل بودید. حتی کلاهی با گلهای آبی کوچک داشتید و بی آنکه از طرف شما دعوتی بشود من بی اختیار در مصاحبت شما آمدم. به هر حال هر دقیقه به این عمل احمقانه خیش پی می بردم و به راه رفتن خود در کنار شما ادامه می دادم. ولی جرأت نداشتم که کاملا دوش به دوش شما راه بروم. و ضمنا نمیخواستم شما را ترک گویم وقتی به مغازه ای داخل می شدید من در خیابان می ایستادم و از پشت شیشه شما را تماشا می کردم که دستکشتان را در می و پول روی پیشخان می گذاشتید. سپس به منزل مادام تواش رفتید و زنگ زدید در به روی شما باز کردند و من مثل دیوانگان مقابل همان در بزرگ که بر روی شما بسته شد ماندم مادام بواری در حالی که به دقت به سخنان لئون گوش میداد تعجب می کرد از اینکه اینقدر پیر شده بود تمام این حرفها که دوباره در نظرش مجسم می شد به ظاهر بر عرض عمر او می افزود. و هر چند لحظه با چشمان نیمه باز با صدای ملایمی می گفت راست است راست است راست است ساعتهای مختلف دیواری محله بیووازین همه با هم ساعت هشت شب را اعلام کردند و در این محله پانسیونها، کلیساها، مهمانخانه های بزرگ و متروک فراوان دیده میشد. آن دو دیگر حرف نمی زدند ولی از نگاه‌های یکدیگر احساس می‌کردند ای در مغزشان است که مثل چیزی تنیندار از نوک مجگانشان که به هم دوخته بود بیرون می‌ریخت دست‌ها را به یکدیگر داده بودند و در خلسه فرو رفته بودند گذشته و آینده و خاطرات و رویاها در شیرینی این خلسه در هم شده بود تاریکی شب بر دیوارها انبوه تر می شد و هنوز چهار کندکاری با چهار رنگ مختلف که نیمی از آنها در تاریکی محو شده بود می درخشید. اینها چهار صحنه از نمایش نامه برج نل اثر مشهور الکساندر دوما را نشان می دادند که در پای هر یک شرحی به زبان اسپانیایی و فرانسه نوشته شده بود. از پنجره گوشه ای از آسمان تیره در میان بام های نکتیز دیده میشد. اما برخاست و شمهای روی کمد را روشن کرد و سپس به جای خود نشست. لئون گفت خب و اما جواب داد خب چی؟ لئون در فکر بود که چگونه رشته گسیخته صحبت را دوباره وصل کند که اما به او گفت سبب چیست که هیچ کس تا به حال نظیر چنین احساساتی به من نشان نداده است؟ جوان دانشجو توضیح داد که درک تبایع حساس و آرزومند مشکل است و او به نگاه اول دلباختش شده بود. وقتی فکر می کرد اگر دست اتفاق آن دو را زودتر سر راه هم قرار می داد و با راه حل بهتری به وسال یک دیگر می رسیدند چقدر سعادتمند بودند ناامیدی او را فرا می گرفت اما جواب داد من همگاهی به این موضوع فکر کردهام. لون زیر لب می گفت چه خواب و خیالی و در حالی که با هاشیه آبی رنگ کمربند بلند و سفید رنگ اما بازی می کرد افسود کیست که ما را مانع شود از اینکه دوباره شروع به اما سخنش را قطع کرد و گفت نه نه دوست من من دیگر خیلی پیر شده ام شما هنوز بسیار جوانید مرا فراموش کنید کسانی هستند که شما را دوست بدارند و شما هم آنان را دوست بدارید لون فریاد زد ولی نه مثل شما خیلی بچه اید عاقل باشید من همین را می خواهم اما جهات عدم امکان عشق بینشان را تشریح کرد و گفت بهتر است مانند گذشته با هم در کمال صفا و سادگی دوستی برادرانه داشته باشیم. آیا او جدا این حرفها را میزد؟ تردیدی نبود که اما خودش هم نمیدانست. ولی لذت اقوا و فریب و لزوم دفاع در مقابل این گمراهی را احساس می کرد. در حالی که با نگاه مهر و شفقت جوان دانشجو را تماشا می کرد، با ملایمت دستهای لرزان او را که با حجب و حیای کاملی نوازشش می کرد پس می زد. لئون در حالی که خود را عقب می کشید گفت معذرت می خواهم. و در مقابل این حجب و کمرویی ترس مبهمی به اما دست داد زیرا خطر این حیا و کمرویی را از گستاخی و جسارت رودولف که با های گشوده برای درآغوش گرفتنش پیش میرفت بیشتر میدانست هیچ مردی در نظر او تا این حد زیبا و قابل پرستش جلوه نکرده بود سلامت نفس از رفتارش هویدا بود مرد جوان مجگانهای بلند و ظریفش را پایین می افکند و اما احساس تمایلی مقاومت ناپذیر می کرد تا چهره لئون را که فکر می کرد از اتش شدید تمایلات نفسانی برافروخته شده است ببوسد. در این موقع به طرف ساعت دیواری برگشت مثل اینکه میخواست ببیند چه وقت است و گفت: آه خدایا چه دیر شد چقدر ما پرحرفی میکنیم لئون مقصود او را از این کنایه درک کرد و به دنبال کلاهش میگشت اما گفت حتی نمایش را فراموش کردم این بواری بیچاره مرا مخصوصا برای همین منظور اینجا گذاشت قرار بود به اتفاق آقای لورمو و خانمش که در خیابان پل بزرگ سکونت دارند به نمایش برویم فرصت از دست رفته بود زیرا مادام بواری روز بعد عظیمت می کرد. حقیقتا فردا آزم مسافرتید؟ بلی. کتاب آینه حکمت و تجربه بشری است. حال باید باز شما را ببینم میخواستم به شما بگویم که که چه؟ یک چیز مهم و جدی خیر شما نخواهید رفت این غیر ممکن است اگر میدانستید به من گوش کنید پس شما مقصود مرا درک نکرده اید خودتان حدس نزده اید با وجود این شما خوب صحبت می کنید آه شوخی کافی است کافی است رحم کنید و اجازه دهید یک بار دیگر شما را ببینم یک بار دیگر فقط یک دفعه بسیار خوب اما اندکی مکس کرد مثل اینکه تغییر عقیده داده باشد گفت آه ولی نه اینجا هر کجا میل شما باشد میخواهید به کمی فکر کرد و با لحن آمرانه ای گفت فردا ساعت یازده صبح در کلیسای بزرگ لئون در حالی که دستهای اما را گرفته بود اما نیز آن را بیرون می کشید. فریاد کرد چشم فردا همانجا خواهم بود و چون هر دو ایستاده بودند و لئون پشت سر اما و اما سرخم کرده بود ناگهان بوسه طولانی از پشت گردن ویرو بود اما در حالی که می خندید گفت شما دیوانه اید. شما دیوانه اید. ولی بوسه ها تکرار می شد. در این موقع لئون سر از روی شانه او جلو برد و ظاهرا می خواست رضای او را در چشمانش بخواند. چون به چشمان او نگریست آنها را با شکوهی آمیخته به سردی یافت. لئون سه قدم به عقب برداشت تا خارج شود. در آستانه در ایستاد. سپس با صدایی لرزان زیر لب گفت تا فردا اما با اشاره سر جواب داد و همچون پرندهی در اتاق مجاور ناپدید شد. همان شب اما نامه پایان ناپذیری به جوان دانشجو نوشت و ضمن آن میخواست از حضور در وعدگاه خود را خلاص کند. اکنون همه چیز بین آنان تمام شده بود و دیگر نمی به خاطر سعادتشان یکدیگر را ملاقات کنند. لاکن وقتی نامه را بست چون نشانی لئون را نمیدانست سخت سرگردان شد و به خود گفت او خواهد آمد و شخصا این نامه را به او خواهم داد صبح روز بعد لئون پنجره هایش را باز کرد و آهنگ های عاشقان زمزمه میکرد کفش هایش را خود واک زد و چندین بار آنها را روغن مالی کرد شلواری سفید و جورابی ظریف و کت آبی رنگی پوشید هرچه عطر داشت در دستمالش خالی کرد برای اینکه موهای مجعدش طبیعی تر و زیباتر جلوه کند آنها را روغن زد و صاف کرد ساعت دیواری سلمانی ساعت نه را نشان میداد با خود اندیشید حالا خیلی زود است هنوز خیلی وقت دارم ژورنال کهنه ای را خواند و از آنجا خارج شد سیگاری آتش زد و از سر خیابان بالا رفت فکر کرد وقت آن است که به طرف کلیسای نتردام برود. آن روز یکی از صبح‌های زیبای تابستان بود. ظروف نقره در دکان‌های زرگری و نقره فروشی می‌درخشیدند و نور به طور مورب به کلیسا می‌تابید و بر روی شکستگی سنگ‌های خاکستری منعکس می‌شد. دسته ای از پرندگان در آسمان آبی به دور مناره ناقوس کلیسا می چرخیدند. صداهایی در میدان منعکس می شد و بوی گلهای سرخ و یاسمن و نرگس و مریم که در کنار سنگ فرش کاشته شده بود برمی خواست. چشمه وسط میدان زمزمه میکرد و در سایه چترهای بزرگ و وسیع میان توده های خربزه و طالبی که به شکل هرم روی هم چیده شده بود دخترانی گلفروش با سر برهنه می گشتند و دسته های گل بنفشه برای فروش عرضه می کردند. مرد جوان یکی از آن دست گلها را گرفت. اولین بار بود که برای زنی دست گل می خرید. وقتی که آنها را می بویید سینهش از غرور و خودخواهی بالا می آمد. مثل این بود افتخاری که می خواست نصیب دیگری بکند به خود او بازگشته بود. لون از اینکه که بازنی دیده شود واهمه داشت. با عزمی راسخ داخل کلیسا شد. دربان کلیسا در این موقع در آستانه میان دولنگه در ایستاده بود. اصایی در دست و شمشیری تا ساق پا آویخته و کلاه پرداری به سر داشت. عظمت و حیبتش از یک کاردینال تلعلو و درخشندگیش از طرف متبرک کلیسا بیشتر بود. به طرف لئون پیش رفت و با لبخند مشفقانهی که مردان روحانی موقع سوال از بچه ها به لب دارند از او پرسید قطعا آقا اهل اینجا نیستند. آیا میل دارند جاهای دیدنی کلیسا را نشان دهم؟ خیر. و ابتدا در اطراف گشتی زد و سپس میدان را نگاه کرد. اما هنوز نیامده بود. به محل سرودخانان کلیسا بالا رفت. عکس گنبد کلیسا و قسمتی از شیشه بندی های آن در ظرف های متبرک پرآب افتاده بود. هر چند دقیقه یک بار یکی از مسیحیان جلوی محراب زانو به زمین میزد. چلچراخ های بزرگی که از سقف کلیسا آویخته بود تکان نمیخورد. در محل سرودخانان کلیسا چراغی نقره ای روشن بود. لئون با قدمهای محکم در کنار دیوارها قدم میزد. هیچ وقت زندگی اینقدر به نظر او زیبا جلوه نکرده بود. اما با قیافه دلربا و دلانگیز خود در حالی که نگاههایی به دنبالش بود با پیراهنی که تورهای زیبا به پایش دوخته بود و با عینک طلایی و پوتینهای ظریف در نهایت لطف و دلربایی که او هنوز لطف آن را درک نکرده بود و جذبهای آبد فریب که دل و دین میرو بود از سائه می آمد. کلیسا همچون خوابگاهی عظیم او را در بر می گرفت. سقف‌های منقوش آن در برابرش خم می شدند. تا در تاریکی اعترافات عشق او را به گوش جان بشنوند. شیشه ها میشدند، تا چهره او را روشنتر سازند و مجمر و بخوردان افروخته میشدند، تا او چون فرشته ای از میان بخارات عطراگین آن پدیدار شود. با وجود این خبری از او نبود. لئون روی صندلی نشست. چشمش به قاب شیشه‌ای آبی رنگی افتاد که تصویر قایقرانانی سبد به دست را نشان می‌داد. مدتی مدید با دقت به آن چشم دوخت و به شمردن فلزهای ماهی‌ها و های لباس مردانه تصویر خود را مشغول کرد. ولی فکرش به جستجوی اما هر سو در جولان بود. دربان کلیسا دور از او ایستاده بود و در دل به این آدم که به تنهایی مشغول تماشای کلیسا بود ناسزا می گفت. لئون در نظر او همچون کسی بود که رفتار عجیب و غریبی داشت و به نوعی از او چیزی دزدیده و تقریبا گناهی عظیم مرتکب شده بود. اما صدای خشخش ابریشم از پشت سر روی سنگ فرش و هاشیه رنگارنگ کلاه زنانه و باشلاغ سیاهی نظر لئون را جلب کرد. خودش بود، برخاست و به استقبالش شتافت. رنگ از چهره زن جوان پریده بود و به سرعت راه میرفت. دستش را با نامه ای به سوی لئون دراز کرد و گفت این را بخوانید. لحظه ای نگذشته بود و هنوز نامه به دست لئون نرسیده بود که ناگهان گفت آه نه نه و به سرعت دستش را پس کشید و داخل نمازخانه باکره مقدس شد و در آنجا زانو زد و به دعا مشغول شد مرد جوان از این بازی خشک مقدسی خشمگین شد به هر حال بی لطف هم نبود ببیند کسی در میان وعدهگاه مانند مارکیز اندلوسی غرق در دعاست لاکن اندکی بعد ملول و کسل شد زیرا دعای او پایان نمییافت اما دعا می کرد یا بهتر بگوییم به زور دعا میخواند بدین امید که ناگهان از جانب خدا فرجی در کار او حاصل شود و برای جلب کمک و ترحم الهی چشمها را از شکوه و عظمت جعبه مقدس پر می ساخت و از بوی شبوها که در گلدانهای بزرگ شکفته شده بود ریه های خودش را پر می کرد و گوش به سکوت کلیسا می داد. سکوتی که بر آشفتگی قلبش می افزود. اما برخواست و با لئون آزم خروج بودند که دربان کلیسا به چابوکی نزد ایشان رفت و گفت خانم میل دارند دیدنی های کلیسا را تماشا کنند؟ دانشجوی جوان جواب منفی داد ولی اما گفت چرا نه؟ زیرا اما برای تقوای سست و لرزان خیش به حضرت مریم و اشیاء متبرکه منبر معابر قدیسین و غیره توسل می جست. در این موقع دربان برای اینکه ابتدا همه چیز را به ترتیب نشان دهد آن دو را تا در ورودی نزدیک میدان هدایت کرد و با اصای خود تخت سنگ های سیاه رنگی را که هیچ چیز روی آن نوشته یا حک نشده بود نشان داد و با تبختر خاصی گفت این دایره ناقوس را که ملاحظه می کنید در حدود چهل هزار لیور وزن دارد و ممکن نیست نظیر آن را بتوان در تمام اروپا یافت. میگویند کارگری که موفق به زوب آن شد از خوشحالی مرد. لئون گفت: برویم. مردک به راه افتاد. غرور و نخوتش از مالکینی که درختان میوه املاک خود را به میهمانان نشان میدهند بیشتر بود. به نمازخانه باکره مقدس برگشت. دستهایش را طوری باز می کرد که گویی می خواست نمایش زیبایی اندام بدهد. سپس رو به همراهان کرد و گفت این تخت سنگ ساده سنگ لحد قبر مرحوم پیر دو برزه آقا و ارباب وارن و بریساک مارشال بزرگ پواتو و حاکم نورماندی است. وی در جنگ مونتلری در 16 ژانویه 1465 شهید شده است. لئون لبهایش را گاز می گرفت و پا به زمین می کوبید. مردک ادامه داد. و سمت راست او این نجیب زاده غرق آهن و پولاد را که می بینید نوه همان آدم قبلی است که نامش لوی دوبروزه ارباب مطلق بروال و منچوه و کنت مولوریه و مونی و اتاقدار سلطنتی و شوالیه ی گارد مخصوص و عینا مانند پدر بزرگ خود حاکم نورماندی بود زیر پایش مردی را میبینید که خود اوست و در سراشیبی قبر پایین می رود. وی روز 23 ژوئیه 1541 فوت کرد. ممکن نیست به توان کامل تر از این مرگ و نیستی را نمایش داد. مادام بواری عینکش را به چشم زد. لئون ساکت و بی حرکت او را نگاه می کرد. و به قدری از این صحنه پرگویی تو هم با خون سردی احساس نفرت می کرد که نه کلمه ای حرف می زد و نه حرکتی از خود بروز می داد. راه نمای سمج ادامه می داد. زنی که نزدیک او به زانو افتاده است و گریه می کند همسر اوست و نامش پواتیه کونس برزه و دوشس والانتینو است. وی در 1499 به دنیا آمد و در 1566 فوت کرد و سمت چپ آن زنی که بچه در آغوش دارد با کره مقدس است. حالا از این طرف بچرخید. اینها مقبره های آمبواز هاست و هر دوتا کاردینال و آرشوک روان بودند. آن یکی وزیر لویی دوازدهم بود و خدمات زیادی به کلیسا کرد. در وسیعت نامش مبلغ سی هزار اشرفی طلا به فقرا و بیچارگان بخشیده بود و بی آنکه لحظه درنگ کند مرتبا حرف میزد و آنان را به نمازخانه دیگری که تارمیهایی داشت راهنمایی کرد. چند تای آنها را به هم زد و در آنجا تخت سنگی یافت که می توان گفت سابقا مجسمه بدخواری بوده است. با آه ممتدی گفت این سنگ قبلا روی مقبره ریشارد شیردل پادشاه انگلستان و دوک نورماندی بوده است. آقا، پیروان کالون اینها را به این وضع انداختند. آنها از خبس تینت او را در زمین زیر مقر عالی جناب دفن کرده بودند. بفرمایید، این هم است که به محل سکونت عالی جناب باز می شود. برویم و تصاویر در قاب شیشه را تماشا کنیم. لاکن لئون فورا یک سکه سفید از جیب درآورد و بازوی اما را گرفت. دربان به کلی مات و متغیری ایستاد و از این کرامت بی موقع چیزی درک نکرد. در صورتی که هنوز چیزهای زیادی باقی بود که بایستی به خارجیان نشان میداد لذا به لئون خاطر نشان ساخت آقا مناره ی کلیسا لئون گفت متشکرم آقا اشتباه می کنید این منار چهارصد و چهل پاست فقط نه پا از بزرگترین اهرام مصر کوتاهتر است همه از شدن است تو؟ لئون فرار می کرد زیرا به نظرش رسید عشقش که از دو ساعت قبل در کلیسا بی حرکت مانند سنگ بود اکنون دیگر مانند دود بخار می شود. و از این اسوانه بی سر و ته دراز و از درون این لوله بخاری قولاسا که روی کلیسا واقع شده و وسوسه عجیب و غریب بخاری سازی حوصران آن را به وجود آورده است متساعد می گردد. امامی گفت پس کجا می رویم؟ لئون بی آنکه جوابی دهد با قدمهای سریعی به راه افتاد مادامبواری در حین عبور انگشتش را در آب مقدس خیس می کرد که در این میان صدای نفس تندی با صدای منظم برخورد عصایی به سنگ فرش سحن کلیسا از پشت سر شنید لئون برگشت دربان بود آقا لئون زیر لب جواب داد چه خبر است مردک در حدود 20 جلد کتاب قطور زیر بغل گرفته بود و برای حفظ تعادل آنها را به شکمش حائل کرده بود. اینها کتابهایی بود که درباره کلیسا نوشته شده بود. لئون قرولوند کنان گفت: احمق و از کلیسا بیرون پرید. پسر بچه در میدان جلوی کلیسا مشغول شیطنت بود. به او گفت: برو درشکه ای صدا کن. پسرک مثل گلوله دوید. اما و لئون چند دقیقه روبروی هم تنها ایستادند و کمی حراسناک بودند. اما گفت آه لئون واقعا نمیدانم چه می کنم. ادا و اصول در می آورد. سپس با لحن جدی گفت میدانید این عمل بسیار ناشایسته است. لئون در جواب گفت کدام عمل؟ این کار در پاریس زیاد معمول است. همین جمله مانند برهانی قاطع او را مجاب کرد. با وجود این از درشکه خبری نبود. لئون می ترسید اما دوباره داخل کلیسا شود. در این میان درشکه رسید. در که دم در ایستاده بود فریاد زد. لاغل از در سمت شمال خارج شوید تا پرده های نقاشی رستاخیز آخرین روز داوری، بهشت، داوود پیغمبر، دوزخیان و ملعونین را در شعله جهنم تماشا کنید. سورچی پرسید آقا کجا تشریف می برند؟ در حالی که اما را به داخل درشکه میران جواب داد هر جا دلت می خواهد. درشکه به راه افتاد و از خیابان پل بزرگ سرازیر شد و از میدان هنر گذشت و پس از طی پل نو و اسکله ناپل اون مقابل مجسمه کرنی توقف کرد. صدایی از درون درشکه گفت راه بیفتید چرا ایستاده اید؟ و درشکه دوباره به راه افتاد و از چهار راه لافایت سرازیر شد. و چهار نل به طرف ایستگاه را آهن رفت و داخل ایستگاه شد. همان صدا دوباره از درون درشکه گفت نه کاملا راست بروید. درشکه پس از خروج از نرده های آهنی محوته آهسته از میان درختان نارون یورتمه می رفت. سورچی پیشانیش را پاک کرد و کلاه چرمی را پایین پاهایش گذاشت و راه کنار رودخانه را پیش گرفت. از کنار رودخانه نزدیک چمنکاری تمام طولها را که سنگریزه و شن و قلب سنگ داشت طی کرد. لاک ناگهان با یک جس دروشکه به سمت چهار مرداب پرید و برای سومین بار مقابل باغ کشاورزی توقف کرد. صدای خشناک از درون درشکه فریاد زد بروید! دوباره درشکه به راه افتاد و پس از عبور از سنسور و اسکله های کراندیه و مول از پشت باغ های بیمارستان گذشت. پیرمردان بیمار با لباس سیاه در آفتاب زیر بالکن‌هایی که عشقه و پیچک اطراف آن را سبز کرده بود قدم میزدند. درشکه پس از طی طول دیوار باغ‌های بیمارستان از بلوار بوروی بالا رفت، آنگاه از بلوار کوشوا گذشت و تمام منریبوده را دور زد تا به دامنه دیوویل رسید. سورچی از اینجا به بعد نه جهت معینی را پیش گرفت و نه نقطه مشخصی را مقصد قرار داد. بلکه از سند پل و مرداب قرمز و خیابانها و جاده های مختلف بی اراده می گذشت. هر وقت مقابل میخانه ای می رسید نگاهی غمگین و نومیدانه به دانجا می افکند. نمیدانست چرا این مسافرین امروز عشق به درشک سواری پیدا کرده اند که حتی میل ندارند دقیقه ای توقف کنند. گاهی سعی می کرد علت این امر را پیدا کند ولی دیری نمی گذشت که از پشت سر سخنانی تلخ و کلماتی که از خشم ادامی شد به گوشش می خورد. با اینکه چرمهای دهانه اسب از عرق خیز شده بود ولی او با مهارت آن را میراند از بس خسته و تشنه و گرسنه اش بود میخواست گریه کند وقتی درشکه به بندرگاه رسید کامیونها گاریها ها و سایر وسایل نقلیه در گوشه متوقف و مردم آنجا جمع بودند دهاتیها با چشمانی بهت زده و فراخ به این منظره خارق العاده که در شهرشان تازگی داشت خیره شده بودند. زیرا سابقه نداشت درشکه کروکش را کشیده و از قبر سربسته تر باشد و دائم در آنجا ظاهر شود. یک بار در وسط روز میان صحرا موقعی که اشعه خورشید به شدت بر چراغهای نقرفام و کهنه درشکه میتابید دست اوریانی از داخل درشکه بیرون آمد و پرده پشمی دورنگ درشکه را کنار زد و مشتی خورد کاغذ بیرون ریخت که با تمام آن را در هوا مانند پروانه های سفید روی مزرعه گشنیز قرمزی که تازه گل کرده باشد پراکنده ساخت. بلاخره نزدیک ساعت شش بعد از ظهر درشکه در یکی از کوچه های محله بیووازین توقف کرد و زنی با روسری پایین کشیده از آن پیاده شد. و بی آنکه سر به عقب برگرداند به راه افتاد یاران فرهیخته و گرامی برای گسترش فرهنگ کتابخانی و افزایش دانش همگانی لطفا با فشردن دکمه سابسکرایب لایک و فنکس ما را در این مسیر ارزشمند یاری فرمایید